سلام و وقت شما بخیر شما بیننده زیر بنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم در آغاز توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی داخلی و خارجی سرمایه گذاران ازبکستان علاقمند هستند که در داخل کشور سرمایه گذاری کنند. اتاق تجارت می گوید سرمایه گذاران به این شرط به پیمانه وسیع سرمایه گذاری می کنند که زمین در اختیارشان قرار بگیرد. آگاهان اقتصادی به این باورند که حکومت افغانستان باید از این فرصت استفاده خوب بکند. بنزین در ایران گران شد. شرکت ملی پخش فرارده های نفتی در ایران اعلام کرده است که از آغاز روز جمعه سهمیه بندی بنزین آغاز شده و قیمت هر لیتر بنزین سهمیه بندی 1500 تومان و هر لیتر بنزین آزاد 3000 تومان است. آغاز سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین بدون اعلام قبلی انجام شده است. پیش از آغاز سهمیه بندی قیمت هر لیتر بنزین 1000 تومان بود. به این ترتیب قیمت بنزین سهمیه نسبت به نرخ قبلی بنزین 50 درصد بالا رفته و بنزین آزاد هم سه برابر شد. شرکت ملی پخش فرارده های نفتی میگوید گوید سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین مسببه شورای عالی هموهنگی سران سه قوت در حکومت ایران بود است. بنزین سهمیه با استفاده از است. کارت های سوخت ارائه می شود. دوباره برگشتیم بیننده های عزیز و محور بحث روز هم در رابطه به نبود بیلانس تجارتی سبب افزایش فق و بیکاری در کشور شده و اینجا برای بحث بیشتر ارسلان زیار آقای مثل اقتصادی اینجا با ما حسن زیار صاحب سلام بر شما و خیلی هم خوش بسم الله الرحمن سلام تقدیم شما همکاران محترم و بینندگان تلویزیون آلان نیوز سلامت باشید آقای زیار راهبردی که حکومت برای متوازن ساختن کسر بیلانس در این چندین سال داشت چقدر مفید بوده خب در در خصوص صادرات و واردات افغانستان که بیلانس تعدیات افغانستان تشکیل میده ما اگر قسمی که بس آغاز کنم از زمان از سال 2000 میلادی که بعد از کنفرانس بند یکی از مواد بون می از مواد توافقنامه که در بر از توافقنامه بن یکی از موضوعات اساسی که در توافقنامه بن روش بس شد به موضوع بازار آزاد میباشه که اقتصاد افغانستان باید بازارش بازار آزاد باشه که موضوع بسیار باعث ازی شد که مشکلات زیادی را به اقتصاد افغانستان به وجود آورد ولی ما در خصوص صادرات و واردات افغانستان اگر بنیگریم صادرات افغانستان در, سال 2018 میلادی بالغ بود به با با بالغ, با بالغ رسید که حدود 8.75 میلیون دلار می‌رسید. و واردات افغانستان در حدود 7237 میلیون دلار یعنی این نشان دهنده ازی بود که یک کسر بیلانس تجارت افغانستان داشته است یعنی از سال 2000 میلادی تا سال 2019 میلادی افغانستان داره کسر بیلانس تجارت بوده دلایل زیاد در اینجا موجود است و راهبردهایی که شما سوال در رابطه با سوال شما راهبردهای حکومت وحدت ملی برابری دکتر صاحب اشرف غنی در این قسمت با تواندازی کارا بوده چون ما اگر بنگریم از سال 2014 میلادی زمان حکومت وحدت ملی رو کار آمدک از سال 2014 میلادی اینا در سر دزدی شدن تا راهکارهایی را برای بیلانس تجارت افغانستان نیز من نظر بگیرن یعنی در زمان حدود 517 میلیون دلار ما صادرات داشتیم ولی امروز می که صادرات ما افزایش پیدا کرده به 8.5 میلیون دلار پس راهبرد اینا خوب بوده ولی بعضی مشکلات دیگه در صدر را بوده که نتوانست افغانستان با کسر بیلانس تجارت تفاوق حاصل کنه و بتونه که کسر بیلانس تجارت خود محو کنه مثلا کدام چالش ها کدام بله. موارد بله در رابطه به چالش ها موضوع اول از موضوع اساسی که تشکیل میده موضوع مسلط شدن اشخاص و افرادی که بالای وضعیت اقتصادی افغانستان حاکم هستند و اینا متهم مافیایی هستند یعنی باعث این شدن که مافیای اقتصادی را در بازار افغانستان رونق بیشتر بدن در این مثال ما میتونیم که بگوییم که در افغانستان کشوری هست که دارای تولیدات داخلی بسیار کم باشه و نیاز مبرم داره تا تولیدات داخلی افغانستان حمایت شود توسط دولت جمهوری اسلامی افغانستان اما بنابر بعضی مشکلات و کشت مواد مخدر که یکی از موضوعات اساسی را تشکیل می با باعث از شده تا نتوانند کشور تا نتواند کشور افغانستان بر بالای کسر بیلانس تجارت تفاوق حاصل کنند مثلا فرض مثال اگر ما بگوییم دهقانان ما اگر بجای جای مواد مخدر در از شوند که کشت انار رونق بتن و زعفران رونق بتن ما میتونیم به با بازارهای بین المللی با قیمت بیشتر از او بیشتر از مواد با قیمت بیشتر از مواد مخدر بتوانیم که این موضوع امی ای محصولات زراعتی خود که مشروع هستند با بازار بین المللی دسترسی حاصل کنند و بتوانیم منفعت بیشتر را حاصل کنیم یکی از موضوعات موضوعات مواد مخدر است موضوع دوم موضوع اساسی یکی از مشکلات فساد اداری است فساد اداری در دوایر دولتی علل خصوص در گمرکات یکی از موضوعاتی هست که بسیار چالش داشته و نتوانستند. افغانستان بر او تفاوق حاصل کنند و اشخاص صادق در اوج وجود ندارند تا بتوانند که از کسر بیلانس تجارت افغانستان بالایش تفاوق حاصل کنند یک موضوع دیگه موضوع درک نادرست از سیستم اقتصاد بازار هستم امروزه ما میدانیم که در اساس قانون اساسی افغانستان نظام اقتصاد بازار حاکم است بر نظام اقتصادی افغانستان ولی این نظام اقتصاد بازار ما نمیتونیم بگیم که نظام اقتصاد بازار آزاد امروزه دولت ما در سر جزی میشن فکر میکنن که نظام اقتصاد بازار نظامی است که مو اقتصاد بازار آزاد است و اینا در بعض مواقع شانه خالی میکنن در شانه خالی میکنن نمیخواین که سکتور خصوصی را کمک کنن و ناظر باشن که این موضوع باعث ازی شده که ما به کسر بیلانس تجارت برسیم و نتوانیم تا حالا به کسر بیلانس تجارت خود تفاوق حاصل نماییم صحب. حضور مافیا و وجود فساد که شما بیشتر اشاره کردین دقیقا چقدر میتونه که باز هم ضربی بیشتر بزاره برای کسری بیناس تجارتی؟ بله در خصوص مافیا ما, 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 ما گفته میتونیم که امروز حدود 4 الى 5 میلیارد دلار از صادرات از واردات افغانستان از صادرات افغانستان بخشین 4 الى 5 میلیارد دلار نیم در قسمت صادرات افغانستان امی موضوع کشت مواد مخدر از موضوعات بسیار اساسی است چون این باعث این شده که الटरनेटیو باشه برای بعض محصولات مشروع زراعتی دیگه که این مش... که دهقانان در ده سر میشن که محصولات مشروع زراعتی دیگه را تولید نمیکنن چون اینا فکر میکنن زمانی که ما اینا را صادر میکنیم بالای این محصولات گمرکی وازه و ما من نمیتونیم منافع اصل خود بگیریم ولی زمانی که مواد مخدر ما تولید کنیم اینا را میتونیم ما به صورت قاچاق بفرستیم به مرزهای بیرون از افغانستان و در این صورت بالای از مسئول گمرکی وزن نمیشه یعنی انگیزی زی قسم وجود داره که ما از کشت مواد مخدر و از صادرات مواد مخدر میتونیم منفعت بیشتر برای زیبری نظر به یکی از مواد مشروع که قبلا گفتم مثل انار از زعفران هستن و محصولات کشاورزی که نمیتونن این کار انجام بدن خب در سرحدات ما اکثرا باز است و مواد غیر قانونی داخل کشور می ای. این چقدر میتونه که خودش کسر بیلانس تجارتی ما را بزنه. بله در خصوص از خصوص که چون افغانستان بعد از سال 2016 میلادی عضویت سازمان دبیتوی را گرفته و یکی از اصول از سازمان دبیتوی این می که مرزها باید باز شوند به طرف جهانی شدن برای کشورها. این باعث از اینکه دیده که اجناس دیگه وارد به افغانستان شوه البته به صورت مافیایی موف... و نتوانه افغانست... افغانستان نتوانسته به سرد هم کارهای بسیار خوب را یا راهکارهای را روی دست بگیره که منجر به این شبه که با کسر بیلون تجارت ما تفاوق حاصل کنیم از این قسمت سیاسون و کارشناس های مسائل اقتصادی آگاه امور اقتصادی اشخاص افرادی که نظری خود از وضعیت افغانستان در دبلیتیو بعضا طرفداری میکنن و بعضا طرفداری نمیکنن ولی ما زمانی که واقعبین باشیم در این مورد بحث کنیم چون افغانستان بسیار از بنگاه های اقتصادی و از زیربنا دارای مشکلات بسیار زیاد میباشه و نمیتونه که با گلوبالیزیشن به صورت درست برسه چون که کشورهایی که با افغانستان در تعامل می باشند در گلوبالیزیشن یا در موضوع جهانی شدن این کشورها کشورهایی هستند که اکثریت جهان اول هستند ولی افغانستان کشور جهان سوم است نمیتونه با اونها رقابت کنه یعنی نمیتونه رقابت،, نمی رقابت کنه و موضوع و, و اشخاص افرادی که در افغانستان هستند ذهنیت زینا به این موجود است که اجناس خارجی که در بینون میشه به مراتب دارای کیفیت بهتر است میتونه اکثر سرحدات بازه که کشورهای دیگر دارند با... معنای رشد اقتصادیشان است که یعنی ما بیشتر رشد بکنیم و استفاده خوبتر باید بکنیم بلید. ولی اینجا دلیل چی بوده که ما نتونستیم استفاده خوب بکنیم از رشد اقتصادی بله. بله ما دلیل زیر قبلا ما براتون گفتم سه مورد گفتم برای حالا چند مورد دیگه ما اشاره میکنم بعضی از موضوعات سیاسی هم بسیار رول داره و موضوعات روانی یکی از موضوعات موضوعات مشکلات ترانزیتی است چون افغانستان کشوری هست که مهاد به هسته و به بنادر دسترسی فراوان نداره اینا افغانستان در میشه تا شتابتون روابط اقتصادی خود با با, امر... با پاکستان و ایران به صورت حسنیش به پیش ببره تا بتونه که به این مرحله برسه و یک از موضوعات بسیار مشکل این است که دولت مردای ما اقتصاد همیشه سیاسی میکنن در حالی که باید بر خود سیاست روی کرد اقتصادی داد چون زمانی که به سیاست ما روی کرد اقتصادی بتیم میتونیم که به موضوعات بسیار زیاد رو بیاریم و بتونیم که به کسر بیلانس تجارت خودم تفوق حاصل کنیم بیشتر چالش که در صادرات واردات دیده میشه از دید شما چه هست؟ بله، چالش هایی که در سر در قسمت صادرات ما چند موضوع میخوایم بیان کنیم و بعد از بیام سر واردات یکی از موضوعات دیگه اساسی مشکلات ترانزیتی است مشکلات ترانزیتی که افغانستان با پاکستان و با هندستان دارن اگر چی گفته میشه که بندر چابهار برای که بندر چابهار احداث شده با سفر داشته و یا به بهره برداری سپرده شده و بستگی ما را به کشور پاکستان کمتر ساخته ولی اگر ما واقعی بین باشیم و از نگاه واقعیت به این موضوع بنگریم این موضوع رو ندیزی است که چابه هیچ وقت نمیتونه یک الترناتیو خوب باشه برای بندر برای بندر تورخان. میتونه البته برای بندر کراچی برای بندر عباس ایران برای بلتر کراچی یک الٹرنیتیو خوب باشه ولی این مو... ولی این موضوع اساسی ای است که ما باید با کشور پاکستان روابط خود در اقتصاد حسنه بسازیم تا بتونیم به کسب بلند تجارت تفاوق حاصل کنیم موضوع دوم عدم وجود امکانات پروس... امی ام ام بندی یا بستبندی امکانات است یا مسئولات است ما امکانات زیر نداریم نداریم که مسئولات خود به صورت درست زی بسته بندی کنیم و سورت بندی کنیم تا بتوانیم به بازارهای بین المللی را صادر کنیم چون که اگر ما بتوانیم امکانات زیر داشته باشیم که مسئولات خود سورت بندی نماییم حدود نیم میلیارد دلار مازی از این از این مفاد بیشتر به دست می‌آریم در بازارهای بین المللی و یکی از مشکلات که همیشه روش بس میشه این است که همیشه مسئولات زراعتی افغانستان در بازارهای بین المللی به نام کشورهای همسایه میرن توی که نام کشور افغانستان داره در دا قسمت واردات یک موضوع اساسی ما براتون بخوام که به حضور شما عرض کنم موضوع سیاست های اقتصادی خود دولت هست بعدا بسیار سیاست اقتصادی اشتباهی روی دست گرفته میشه که باعث از این میشه که واردات واردات ما بیشتر از صادرات ما باشه که باز ما کسر بیلانس تجارت ما برش رو میاریم موضوع اساسی که موضوعات موضوع تعریف سیاه مو طرفه هاست که طرف ها رو وضع میکنن مثلا دولت جمهوری اسلامی افغانستان بعد حکومت وحدت ملی برای تشکیلش در سر دزی شدن که طرفه را وضع کنند برای اقلام برای که از بیرون به افغانستان وارد میشه زمانی که اینا طرفه را وضع کنند بالای اقلام ای باعث از شده که میخواستن اینا دو میخواستن با دو هدف برسن یکی موضوع اول به سرمایه گذاری هایی که از داخل استی افزایش پیدا کنن و موضوع موضوع سرمایه هایی که از داخل افزایش پیدا کنن نتونستن به این موضوع برسن چرا چون نتونستن چون که زمانی که تعرفه بالای این موضوع بالای مسئولات وضع کنن تاجر که ایره وارد میکرد قیمت امو طرفه را قیمت شفزایش داد قیمت بالای محصول انداختک زمان قیمت بالای محصول انداختک محصول افزایش پیدا کرد قیمتش و ایجا مستلکین داخلی ما را بسیار جا داره شده گرسه دیدن و یک موضوع دوم دیگه که موضوع اساسی است اعمال سیاست های دمپنگ است که اس کشورهای همسایه در سر میشن تا سیاست های دمپنگ در افغانستان روی دست بگیرن چون ما میفهمیم از نظر تیوری های اقتصادی که دمپنگ سیاستی هست که در اول یک کشور خارجی می ده بازار کشور داخلی یکی از کشورهای دیگه قیمت را پایین از قیمت تمام شده خود اعلان میکنه زمانی که تقاضا بر این زیاد شده تا سر تا دوباره قیمت بالا کنه و این باعث از این میشه که رقبای داخلی حذف شوه حالا این طرفه های حمایوی و سبسایدی ها چقدر میتونه که برای رشد صادرات مفید باشه بله چون افغانستان از جمله کشورهای جهان سیوم است و در سرد رشد است و حدود 2.5 درصد افغانستان رشد داشته در سال گذشته موضوع سپورتف طرف یا موضوع طرفه هایی که امایوی است برای تاجران و سکتور خصوصی ما میتونه بسیار مسمیر و معصر واقع شود. و به خاطر او... چون زمانی که سکتور داخلی افغانستان یا سکتور خصوصی داخلی افغانستان میخواین که وارد بازارهای بین المللی شوند و در رقابت کنن چون اینا اکثریت اینا نوپاستن نوپاستن نمی توان از ندارن که رقابت کنن ولی زمان دبی تی او اجازه زیرم داره تا مدت سه سال که بتونن سپورت کنند یا عمو طرفه های حمایوی بالای بعضی اجناسی که وارد میشه و الटरनेटیو زیاد داخل موجود است بولای از اونها وضع کنن تا باعث ازی شوه که واردات از اون کشور صورت نگیره و جنس که در داخل است از اینا انگلیسی زی پیدا شده تا اشخاص افرادی یا مستهلکینی که موجود است از این جنس استفاده حالا ما از عضویت که در سازمان دبلیو تی داریم چقدر بر حل این مشکل توانستیم که از اون استفاده بکنیم در قسمت در قسمت حل این مشکل ما به حضورتان عرض کنم حدود به فیصدی ما گفتن هم میتونیم ولی کارهای در قسمت صورت گرفته توسط امبسیدر افغانستان ده یعنی از شما چند درصد کار در این قسمت شاید صورت گرفته باشه؟ با اه از نظر فیزیکی ما بگیم شاید در حدود 40 درصد ما میتونیم گفته که در قسمت کار صورت گرفته چون ولی بعض موضوعات دیگه هم هستن که اینا هر چقدر ما اگه طرف را انجام بدیم وضع کنیم ولی بعضی موارد دیگه باعث سازی میشه که ما نتونیم از او به صورت مسمر و مسرش استفاده کنیم یکی از موضوعات موضوعات امنیت است که باعث سازی میشه که سرمایه ها از افغانستان فرار کنه یا فرار مغز هاست برندرین یکی از موضوعات اساسی است که نمیتونه طرف های را موجب شود تا و از سکتور داخلی ما درست استفاده تا زمانی که ما نریم بس های تولیدی شده چطور میتونیم که کسر بیلانس خود ما توازن بسازیم یعنی کدام فاکتورها میتونه که ما را بیشتر کمک بکنه بر از برای که ما نجات بیاییم از این کسر بله در قسمت کسر بیلانس تجارت ما دیگر روی کارت نداریم ما باید یک کشوری باشیم که تولید خود همیشه زی باشیم که تولید خود افزایش بتیم چون ما میدونیم که افغانستان کشوری هست در حدود 21 میلیارد دلار اینا تولیدات ناخالص داخلی دارن و این تولید ناخالص داخلی چون بسیار کمتر است این باعث ازی شده که از عوامل باعث ازی شده که نرخ که پول افغانی در ارزش مقا... پول در مقابل پول دلار تنزل پیدا کنه یکی از موضوعات اساسی یعنی دیگه فاکتوری نمیتونه اوقات واقع شوه بدون زیک ما تولیدات خود افزایش ندیم و تولیدات ما باید دولت روی کار باید دولت روی کار بیاره رابرت های رو وضع کنه که از سکتور داخلی حمایت صورت بگیره تا تولید بیشتر شوه زمان ما میدونیم که تولید بیشتر شد خود به خود عرضه تقاضای خود به وجود میاره اگه تولید بیشتر شد اینا باید در سرزیزی شوند تا موتیویشن یا مو انگیزه را برای مستلکین ایجاد کنند که از اجناس خارجی استفاده نکنند از اجناس داخلی استفاده کنند چون هر که تقاضا برای اجناس زیاد شد باز ارزش هم افزایش پیدا میکنه ارزش پیدا که تولید افزایش پیدا میکنه و ما میتونیم که باز با کسر بیلانس تجارت خود تصرف کنیم که شما اشاره میکنید چقدر در حال حاضر حکومت تمرکز داره یعنی ما اگر بخوایم بریم تولید شدن در حال حاضر که ما کشور مصرفی هستیم بله در قسمت حکومت وحدت ملی از سال 2014 ملودی که نام روی کار اومدن ما نمیتونیم همیشه بدبین باشیم در این موضوع یعنی به حکومت که حکومت نتونست کارهای را انجام بده ما سپاسگزار حکومت هستیم چون بعضی کارهای را حکومت انجام داره از سال 2014 و ما نمیتونیم که از این کارها چشم بوشی کنیم یکی چند مثلا بعضی پروژه هایی هست مثل پروژه مثل به بعضی بنادر مثل بندر چابهار یک الटरनेटیو خوب برای بندر کاروچی بوده میدونم و دس تاجران دس تاجران بسیار زمانی که بندر چابهار اهداس شد و به بهره برداری سپرده شد تاجرای افغان بسیار خوشحالی خود ابراز کردند به خاطر که نام مشکلات زیاد را با پاکستان داشتن از سر زمانی که اینا میخواستن که محصولات خود صادر کنند به پاکستان به با های جهانی یعنی ما گفتم میتونیم که حکومت راکارهای رو خوب را گرفته برای مثلا یکی از راکارهای دیگهش راه لاجورد است که میتونیم از این طریق به کشور ترکمنستان بزنند به با به گرجستان و به ترکیه و با بازارهای بین المللی مواد خود را صادر کنیم و تولیدات خود را کنیم یعنی به صورت خلاصه راهکارهایی که حکومت وحدت ملی روی دست گرفته این راهکارها خوبتر بودند تانسته ما را با ما را به بس موضوعات بسیار خوب برساند در عرصه اقتصادی و وابستگی ما را به کشور پاکستان هم در عرصه حالا بیشتر از آگاهان به این باورند که اگر ما, ما کالای اقتصادی وقت نداریم بر صادر کردن ایجاد راه های ترانزیتی به چی معنا میتونه باشه یعنی بیشتر وقت ما کالایی نداریم که صادر بکنیم از راه ترانزیتی چگونه باید استفاده بکنیم در قسمت... در حال حاضر باید تولیدی شویم بعدا بریم بر بلیم. طرف صادرات بله بله موضوع من قسمی از ما داریم کالا بعضی س... بعضی اشخاص که اینا تحلیل میکنن ما بسیار کالای داریم برای صادر کردن فرض مثال یک از کالای ما را مواد ما را انار تشکیل میده که روز گذشته که چند وقت گذشته انار گندیده شدن و نتونستن که صادر شو دلیزای او ایده که ما ساختیم میتونه او بیشتر صادرات ما در فصل میوه داریم بله بله دقیقا ما صادرات بسیار زاده داریم مثلا میوه خشک هست میوه تازه هست خورین هسته، گلیم هسته، یعنی ما گفته میتونیم که ما خود کشوری هستیم که بازار داخلی خود ما میتونیم مرفوع کنیم و به بازار خارجی هم نیست دسترسی پیدا کنیم یعنی مدای قسمتی که بعض آگاهان تحلیل میکنن که ما تولید نداریم او گپم نیست او گپم وجود نداره تولید ما داریم ولی ولی کار در قسمت صورت بگیرم که صادرات به صورت بهترش حمایت شوه و از پالیسی تعویض واردات ما استفاده کنیم و تشویق صادرات دیگه اگر ما بخوایم بریم به طرف صنعتی شدن چقدر میتونه کسر بیلانس ما را کاهش بده بله موضوع صنعتی شدن در نظر به یکی از آرمایی است به نام آلوین تافلر هر کشوری اون نظریه قسم میتا میگه هر کشوری که زمان هیچ کشوری نیست که مرحله کشاورزی را پیش سر نگذاشته باشه و مستقیم به صنعت برسه پس ما گفته میتونیم که افغانستان فعلا کشور کشور کشاورز است یعنی متکی بیشتر بر کشاورزی داره و از طریق کشاورزی میتونه که بازارهای داخلی خودم مرفوع بسازه یعنی زمانی که ما از کشاورزی باید سرمایه بسیار انگفت صورت بیده که ما از طرف از جهت کشاورزی بریم به طرف صنعتی شدن و زمانی که صنعت ما و زمانی که سکتور ما ما توسط زی میتونیم که با قیمت های بسیار بالای به بازارهای بین المللی راه پیدا کنیم زمانی که با بازارهای بین المللی راه پیدا کنیم صادرات خود میتونیم افزایش بدیم و بازار داخلی دوجا ایجاد میشه از ما استفاده بیشتر میکنه تاجرای ما تشویق میشه که تولیدات خود افزایش بدن زمانی که تولیدات افزایش پیدا کرد اونا به اونا صادر بیشتر میشه و دهی مومت واقع میشه در راستای از بین بودن کسر بیلانس با که شما اشاره میکنین که اگر ما بخوایم که صنعتی شویم بعدش بریم به طرف صادرات بیشتر یعنی در شروع باید ما زراعت خودم میکنیم سازیم. بلیم. چقدر این موارد در راهبرد حکومت بوده بعدش اگر ما بریم به طرف صنعتی شدن بعدش تولیدی شویم و صادر بکنیم امتی خود حالا چقدر این موارد در راهبرد حکومت بوده یعنی چقدر روی همین بخش که شما اشاره کردین توجه صورت کردیم بله در قسمت در قسمت میکانیزه ساختن زراعت راهبردهای را, برده های را که حکومت وحدت ملی گرفته شده ما می محور میسازم به یکی از بحث های تئوری اقتصادی که به نام در انتنسیتی یاد میشه یا فرضی فرضیه شدت ما دو نوع روش تولید داریم یکی روش تولید سرمایه بر که لیبر انتنسیو است و سرمایه بر که کپیتال انتنسیو است و روش تولید کاربر که لیبر انتنسیو است حکومت افغانستان فعلا راهبرد خوب را تا فعلا روی دست نگرفته تا بتونه که زراعت خود میکانیزه کنه به خاطر روی دست نگرفته ما میبینیم تاجر ما زحمات بسیار زیاد را یعنی روش تولید در افغانستان علی خصوص روش تولید زراعتی لیبر انتنسیو است یعنی مبتنی است بر کاربر کاربر است دهقین ما زحمات بسیار زیاد را میکشن ولی همون نتیجه را که بعد میارن نتیجه خوبتر نیست ای باید دسترسی شود تا ما با کپیتال انتنسیو یا موضوع اقتصاد سرمایه بر برسه این ماشین چون که ما میفهمیم افغانستان کشور وارداتی است واردات بسیار زیاد داره پس به اون میلیون دلار که اینا مل... که نه واردات میکنن در صدید از این تا بعضی ماشین های خارجی که از کشورهای دیگه است مثلا میتونیم ما افغانستان افغانستان بگیم که از ماشین های خارجی دست دوم کشورهای دیگه میتونه استفاده کنه بسیار پول کمتر میتونه رو بگیره بخره و بیاد استفاده کنه تا میکانیزه شه به یعنی راهبر حکومت وحدت ملی در قسمت میکانیزم ساختن زراعت تا اندازی خوبتر نبوده بسیار خوب در پایان برنامه هستیم و خیلی کوتاه برای حل چالش ها کدام راه ها را پیشنهاد میکنید بله بخصوص در این بخش بله در قسمت از من بردن کسری بیلانس تجارت افغانستان ما راه هایی های که های پیشنهاد میکنم و ما بس بسیار بسیار خلاصه میگیم در مورد بانک مرکزی افغانستان بانک مرکزی افغانستان همیشه موضوعات رو روی بحث میاره و میگه که ما تنزیل ارزش پول افغانی در مقابل دلار یک فایده بسیار زیاد داره, که ما را به صادرات میرسانه. ما یعنی ما صادرات خود بیشتر کنیم میتونیم که ای بایسازی شود که با از کسر بیلانس تجارت ما بگریزیم یا تفوق حاصل کنیم با کسری بیلانس تجارت ولی به کشور مثل افغانستان ثبات اقتصادی در اولویت باید قرار داشته باشه و ثبات اقتصادی بودن نمیدونه زمانی که ارزش پولی وجود نداشته باشه دیگه دولت باید روی, روی کار شود و تعبیر اشتباهی را از نظام اقتصاد بازار نگیرم اینا در سر تا موضوعات اساسی که یکی سپورتیو تعرفه یا پرفرنشل تعرفه اگریمنت اینا رو بسته کنن تا تاجر ما در داخل افغانستان متضرر نشه چون افغانستان کشوری که هسته که تاجر بسیار زیادش در اثر واردات متضرر میشه چون قسم انگیزه است برای مردم افغانستان که ما اگر زمانی که از اموال خارجی استفاده کنیم استفاده بسیار زیاد از اموال خارجی خوبتر است چون دارای کیفیت بیشتر است ولی اموال افغانی دارای کیفیت نیست در برعکس بله برعکس چون این موضوعی ده. ما که بغیم. یعنی حکومت باید روی تو کار شوه حکومت باید راهبرد روی دست بگیره که تاجرها را زیاد سپورت کنه و بعضا سبسیدی ها برشان بده تا سر رزی تا طرفه ها را بالایشان یا مالیات ها را بالای جنا معاف کنن تا اینا انگیزی زیاد حاصل کنند که سرمایه گذاری خردگان بیشتر رونق بدن و باید از این نشه که سرمایه گذاری ها افزا... فرار صورت بگیره یعنی سرمایه گذاری زمانی که افزایش پیدا کرده خوب معلوم دار که تولید هم افزایش پیدا میکنه و بیکاری هم کاهش پیدا میکنه و امراض مهلک اقتصادی از جامعه از بین میره خیلی سپاس ارسلان زیار آقای مسائل اقتصادی از شما در زمین شما شیفارد و بینیده های عزیز حال توجه کنید به نرخ شما از خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل پاس از همراهیتان تا این دم تا بعد خدا نگهد.